درود و سلام به پویان و کل شنوندگان و تماشاگران که ما گوش میکنند و تماشا میکنند. خوش آمدید به کانال امینه تیجی سرخط خبری امروز. کارمندان شعبه دویومی ریاست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صبح 6 ایول گمانبر اساسی در قتل وحشیانه رفیده 8 ساله را معین و دستگیر کردند. این کودک روز 4 ایول از نزد خانه اشان در شهرک نواباد در ناحیه رودکی گم شد و جسدش را روز 5 ایول پیدا کردند. مقامات رسما درباره این پرونده تا کنون شرح ندادند، ولی عمه کودک کشته شده سعیده که قبلا اعلان گم شدن و سپس یافتن جسد رفیده را در فیسبوک نشر کرده بود، این بار در یک مطلب پرسوز که از دام رفیده نوشته است خبر داد که در قتل این کودک همسایه آنها رحمت الله که رفیده با کودکانش دوگانه بود و همراه بازی میکرد گمانبر میشود. سعیده غمزده مینویسد که رحمت الله روز 4 ایول رفیده را برای فریب به منزل خود برده به ناموسش دسترازی کرده است و سپس او را کشته جسدش را پاره پاره کرده است و در چند خلطه الهیده تقسیم کرده در حاجتخانه پرتافته است. سعیده می نویسد که در تازه کردن ایز این جنایت وحشیانه به رحمت الله مادرش کمک کرده است و او از جمله ایزهای خون را در فرش درآمدگاه بینا و داخل خانه اشان تازه شسته، سپس نزدیکان رفیده و نمایندگان مقامات را به خانه اشان دعوت کرده نشان داده است که رفیده اینجا نیست و این در حال بوده است که نوشته سعیده پاره های جسد رفیده در درون خلطه های هنوز در این خانه پنهان کرده شده بود.